انفاق، یک واژه دوست داشتنی، یک واژه ارزشی. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده بهترین صدقه در رمضان هست. بهترین صدقه در رمضان. ما جهاد 5 تا جهاد داریم. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین. جهاد مالی، جهاد تعلیمی، جهاد تبلیغی، جهاد سیاسی، جهاد نظامی. پس جهاد مالی هم داریم. یه دی از مسلمان ها که شمه اقتصادی دارن و تجارت دارن و بازرگانی، باید برن تو تجارت، کارخانه به ثبت برسونن، شرکت به ثبت برسونن، مجتمعات تجاری، کارخانه تولیدی، شرکت های تولیدی، صنعت. من تقاضا می کنم از جوانایی که تو تجارت و اقتصاد و صنعت و تولید علاقه دارن و استعداد دارن، برن نمایشگاه های دنیا رو ببینن. 10 نفر 15 نفر با هم برن نمایشگاه های بین المللی که در کشورهای دیگه برگزار میشه، در زمینه های مختلف، تخصصات مختلف، برن ببینن، الگو برداری بکنن. اینم یک جهاد است. انجمنهای خیریه راه اندازی بکنید، صندوقهای زکات رو راه اندازی بکنید، زکات هدایت بشه، فطریه ها هدایت بشه، خیر هدایت بشه در جامعه. خیر کردن مطلوب هست، از اون مطلوبتر به هدف خوردن خیر هست. یه وقت آدم 1 میلیارد یک جایی هزینه میکنه ولی 10 میلیون بیشتر برداشت نمیکنه. یه وقتی 50 میلیون هزینه میکنید 500 میلیون برداشت میکنید. این مهمه. بدون مشورت با بزرگان، با اونهایی که اهل نظرن، بیاید نظام نیازهای جامعه خودتون را دستبندی بکنید، اولویت بندی بکنید. اولین چیزی که باید تو روستای توریان انجام بشه اینه، با این کیفیت. دوم اینه، با این کیفیت. سوم اینه، با این کیفیت. اگر این کار بکنید موفق خواهید شد. پس انفاق تأکید شده، خصوصا چه؟ بر انفاقی که واجب نیست. میگم زکات دادن واجبه. اگه مسلمانی زکات بده هنر نکرده. تو 100 میلیون تومان 2 میلیون و 500 زکات بده هنر نکرده. یه چیز اجباریه. ولی اگر سالانه غیر از زکات اجباری، غیر از صدقه اجباری شروع بکنه، از امسال 0.5% سود خالصش، بعد از اینکه زکاتش خارج کرد سود خالصش انفاق بکنه. باور بکنید اگر امسال 0.5% غیر از زکات سود خالصش خارج کرد، سال دیگه 2% خارج میکنه. ما دوستانی داریم که بهشون پیشنهاد شد، تاجرن، تاجر قدیمن تو دبی، تو منطقه. اول زور میزد، اول براشون سخت بود، میگو ما زکات مالمون میدیم دیگه، از سود خالص وقتی زکات خارج کردیم دیگه سخته. ولی با 0.5% 1% شروع کردن. بعد از 5-6 سال نشسته بودیم داره هم، گفتم پدر جان چطور؟ گفت شیخ الحمدلله زکاتم که خارج میکنم الان خیرهای سود خالص هم به 40% رسیده. 40% از 0.5% یا 1% شروع کرد، به 40% رسیده. ما نقص مال من صدقه، هیچ مالی از صدقه کم نشد. خداوند در آیه 159 سوره انعام می‌فرمایند من جاء بالحسنه فله 10 امثالها و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها و هم لا یظلمون. هر کار خوبی 1 به 10ه، هر کار بدی 1 به 1ه. قسمت اول فضل خداست. تو یک کار خوب انجام دادی، خدا 9 تا به هدیه داده. باید 1 به 1 بود. یک کار خوب 1 حسنه، 1 حسنه مال یک کار خوبته، 9 تا حسنه دیگه فضل خداست، هدیه خداست که تو تشویق بشی.
انگیزت جذب تقویت بشه، کارهای خیر افزایش پیدا بکنه. یعنی اگر کسی 1000 تا کار خیر انجام داده، چند تا حسنه داره؟ 10000 تا حسنه. 10000 تا کار خیر 100000 حسنه. اما تو کار سیئه و بد، یک به یک، اگه یکی انجام دادی خدا 10 تا نمی نویسه. تو دومی با عدلش با ما تعامل کرده، تو اولی با فضلش. علما میگن چقدر انسان بدبخت باشه که 1/10 تا رو شکست بده. یعنی یک کار بد که یکی نوشته میشه، اونقدر کار بد زیاد باشه که حسناتی که 1/10، یعنی 10000 تا گناه 100000 تا ثوابتو نابود بکنه. از آن خیلی مواظب باشید. بعضی حسنات 1/10 نیست، 1/200، 1/300، 1/500، 1/700. تنها چیزی که 1/700 فقط انفاقه. نماز اگر با جماعت بخونی 1/27. اگه یک بار میگی الحمدلله 10 تا حسنه. یک حرف قرآن 10 تا حسنه. الف، لام، میم 30 تا حسنه. تنها چیزی که تو قرآن 1/700 مطرح شده فقط انفاق. سبحان الله. انسان عاقل 1/700 رها میکنه؟